کردن باعث جنگ جدل میشه، تسلیم شدن ما رو به یه آرامش نسبی میرسونه که بعد بتونیم مراوده کنیم با هم یک بحث صلح‌آمیزی داشته باشیم. ولی فکر میکنم که اون تسلیم شدن هم در طولانی مدت احتمالاً جواب نخواهد داد. یعنی این اگه یه طرفه باشه، یعنی اگه یه طرف فقط هی دائم تسلیم بشه در زمان مدت زیاد، آره، اگه ما یه فرصتی داشته باشیم در آینده نزدیک بتونیم در مورد کامیونیکیشن اون زل دیگه رابطه ها صحبت کنیم که من چجوری میتونم نه بگم به طرف مقابلم در صورت که این وین وین سیچویشن باشه، نه من ناراحت بشم نه اون ناراحت بشه. امیدوارم که من یعنی با وجود داشته نگه داشتن همه ی حرمت ها، ولی نه رو هم بگیم، یعنی هیچ احترام از حق و حقوق خودم یادت باشه، برمیگردیم به اینکه من چجوری به خودم احترام میذارم. از حق و حقوق خودم حمایت میکنم، خودم رو حفظ میکنم، ولی مقاومت جنگ نمیکنم، تسلیم میشم به نیازها، ببخشید به عقاید طرف مقابلم گوش میکنم، روش فکر میکنم، برمیگردم. در موردش یه بحث خیلی دوستانه و مفید. این در واقع فکر کنم تسلیمی دیگه 100% یه تسلیمی است با یه تسلیم تعریف جزئی. خاص. برمیگردیم دیرتر در مورد توی رابطه ها چجوری میتونیم که ما اون عصبانیت هامونو خاموش نگه داریم، کنترل کنیم، اونو صحبت میکنیم در مورد که چجوری هیجانات میتونه ما رو انقدر عصبانی بکنه که ما نتونیم احترام طرفمون رو مقابل رو نگه داریم و به جای بد برسیم. یه مثالی هستش که یکی از دوستان لطف کردن گفتن، یه آقایی صبح بلند میشه لباسشو میپوشه میخواد بره سر کار، یه شیر، لیوان شیر گذاشته جلو بچهش، بچه میاد شیر رو میریزه، آقا عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه، سر خانومش داد میزنه، بچه گریزاری میکنه، آقا باید بره لباسشو عوض کنه، همه چی به هم میخوره، فقط به خاطر این من خودم جای طرف مقابل نذاشتم، تسلیم اون شرایط نشدم. وقتی گفتم تسلیم تو رابطه ها نیستش که تو بهتر از منی، چون پول بیشتری میاری تو خونه، من تسلیم بشم که تو هر چی میگی من قبول کنم، تو میگی رنگ قرمز بهتره، من رنگ قرمز رو قبول کنم به خاطر اینکه تو جامعه بزرگ شدی که مرد سالاری بوده. نه تسلیم برمیگرده به اینکه من تسلیم شرایط بشم، برمیگردم میرم سر کار، آقا برمیگرده میره سر کار، شب میاد همه ناراحتن، همه میزربلن، عصبانین، یه استرس کوچولو باعث شد که به یه استرس خیلی بزرگ و مسموم، رابطه مسموم تبدیل بشه، فقط به خاطر اینکه من هیجاناتمو نتونستم کنترل کنم. و حتی یک روز کاری خودمون رو هم به شدت از دست دادیم، رابطه هامون خراب شده، خانم از همسر دلخور، بچه از پدر و مادر هر دو دلخور، به هر حال یه روزم از دست دادیم. دقیقاً خیلی نکته جالبی. خیلی ممنون. من فکر می‌کنم که خیلی زمان نداریم، فقط اگه خیلی کوتاه اینکه خب راستی نقش احترام توی روابط زناشویی اگر خیلی کوتاه شد فکر می‌کنم خیلی نکته مهمی هست توی روابط زناشویی که چقدر این احترام میتونه نقش داشته باشه. شما لطف کردین زودتر توضیح دادین راجع به احترام متقابل. احترام متقابل یعنی چی؟ یعنی که من خودمو جای شخص طرف مقابلم بذارم، ببینم که من جای اون بودم دوست داشتم چجوری با من رفتار بشه و همون کارو با اون طرف مقابلم بکنم. سوال این بود که چجوری توی رابطه ها آره احترام واقعا چه نقشی داره، چقدر پررنگ هست این نقش. وقتی که من میبینم یه رفتاری با من شده که غرور منو شکسته، به من بی احترامی شده، بشینم در موردش فکر کنم، ببینم که کی و کجا این انجام شده، کجا در خودم، ببخشید اون رفتار، مثلا چجوری بگم، یه رفتاری شده که من ناراحت شدم، اولویت به من داده نشده. من یه مثالی میزنم، یکی از مراجعهایی که من داشتم، آقا رفته بدونه که به خانومش بگه خونه رو دیده بود، جایی گشتاشو زده بود، انتخابشو کرده بود، ساین کرده و پیدا همه رو امضا کرده، اومده به خانوم گفته که ما تا آخر این هفته بعد اسباب کشی کنیم. خودتو بذار جای اون شخص که میخواد بره جایی زندگی کنه که اصلا از اولش دوستش نداشته، به انتخابش احترام گذاشته نشده. اون خانوم چیکار میتونه بکنه الان؟ میتونه دو تا سوال بکنه، بگه که چرا، ببخشید دو تا سوال، کجا و کی به من بی احترامی شده، دلیلش چی بوده. حالا من بیام روی خودم فکر کنم، ببینم که چجوری میتونم اون رفتار رو در شخص طرف مقابلم عوض بکنم. یه پرکتیس، یه تمرینی هستش که خیلی تمرین قشنگه، وقتی که
من به هم بی احترامی میشه یا از یه چیزی رفتاری ناراحت میشم، بیام بگم که خب من اون رفتار خودم چجوری دارم، تو رفتارم چجوری عمل میکنم، بشینم چشمامو ببندم بگم که اگه من به مادر شوهرم ببخشید شوهرم به مادر من بد کرده، بی احترامی کرده، شاید جایی بوده که من هم به مادر اون بی احترامی کردم، کجا و چگونه این رفتار رو انجام دادم، چجوری میتونم عوضش کنم، چجوری میتونم از طرف از دل طرفم در بیارم. وقتی که خودم رو عوض بکنم این انرژی ها عوض میشه، هم به در همون لحظه که من این رفتار رو در خودم عوض کنم انرژی عوض میشه. دو تا حالت داره، دو تا پیامد داره، یا اینکه شخص از زندگی من میره بیرون چون نمیتونه اون انرژی رو تحمل کنه، یا اینکه اون هم خودش رو تغییر میده. درسته، بله، مرسی. من فکر میکنم که بحث احترام بیشتر از یک جلسه و یک برنامه لیدیز نیاز داره. دقیقاً، ما زمان بیشتری رو باید برای این برنامه بدیم. فکر میکنم که نیاز داره که شاید بعداً توسعهش بدیم توی مباحث مختلف، مثلا نقش رسانه توی تسری دادن احترام توی یک جامعه. ده حسرت، مرسی که از لیدیز در لیدیز 12 هم با ما بودید. خیلی متشکرم. لیدیز 12، تکرار می‌کنم، لیدیز 12 به پایان رسید. اگر دوست دارید که لیدیز 1 تا 12 رو مجدداً نگاه بکنید، تشریف می‌برید روی فیسبوک رادیو رویا به آدرس www.facebook/myradiorویا. اونجا تمام لیدیز ها رو میتونید نگاه کنید. همینطور روی وبسایت خود رادیو رویا با آدرس www.radioroya.com و روی اسم من و آزاده عزیز اگر کلیک بفرمایید تمام برنامه های لیدیز رو اونجا میتونید مشاهده کنید. حتما با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید. ایمیل ما هست ladies@radioroya.com. منتظر ایمیل های قشنگتون هستیم، منتظر نظر و پیشنهاداتتون هم هستیم. شب و روز به همتون خوش. مرسی.